سیزدهمین روز بهمن ماه برابر با 2 فوریه، سال 1260 خورشیدی برابر با 1882 میلادی، زادروز جیمز آگوستین جویس، ادیب و نویسنده ایرلندی که در روستایی در نزدیکی دوبلین، پایتخت ایرلند به دنیا آمد و از کودکی در بهترین مدرسه منطقه تحصیل نمود. جویس پس از اتمام تحصیلات راهی پاریس گردید و کار نویسندگی را با نگارش چند نمایشنامه و سرودن شعر آغاز کرد. وی در سالهای بعد آثاری همچون تبعیدی ها و موسیقی مجلسی را نگاشت و در عالم ادب به شهرت دست یافت. جیمز جویس در سالهای پایانی عمر خود اثر عظیمش با نام بیداری فینیگان ها را منتشر کرد. سال 1285 خورشیدی برابر با 1907 میلادی، در گذشت دیمیتری ایوانوویچ مندلیوف، شیمیدان روس و مکتشف و مبتکر جدول تناوبی عناصر که در نواحی شرقی سیبری به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات مقدماتی در زادگاهش راهی دانشگاه مسکو شد، اما در امتحان ورودی موفق نشد. با این حال تحصیلات خود را در مؤسسه تربیت معلم ادامه داد و به ریاضیات، فیزیک و شیمی علاقه فراوانی نشان داد. دیمتری جوان ضعیف و بیمار بود و همیشه از بیماری ریه رنج می برد. وی پس از چندی برای ادامه تحصیل به فرانسه و آلمان سفر کرد و در آنجا تحقیقات و مطالعاتی درباره نور به انجام رسانید. مندلیف سپس به پترزبورگ بازگشت و با نگارش مقاله الکل با آب موفق به اخذ دکترای شیمی گردید و بعد از چند سال کار و کوشش و گردآوری دانستنی‌های شیمی آماده تدوین جدول عناصر شد. تا آن تاریخ نزدیک به 63 عنصر شیمیایی شناخته شده بود. مندلیف در جستجوی کشف راه حلی بود که بتواند به نحوی این عناصر را به یکدیگر ارتباط دهد. او 63 عنصر را به ترتیب افزایش وزن اتمی در جدول مرتب کرد که هیدروژن در اول و عنصر اورانیوم در آخر بود. سال 1348 خورشیدی برابر با 1970 میلادی، در گذشت برتراند آرتور ویلیام راسل، نویسنده و فیلسوف انگلیسی که در 18 سالگی وارد دانشگاه کمبریج شد و با درجه ممتاز در رشته فلسفه فارغ التحصیل گردید. این در حالی بود که وی به کلی از اعتقاد به مسیحیت دست کشیده بود. او در این هنگام به مطالعه درباره مکاتب فکری مختلف پرداخت و همزمان به فعالیت‌های سیاسی نیز مشغول شد. راسل کتاب اصول ریاضیات را نگاشت که در آن ثابت می‌کرد ریاضیات قسمتی از علم منطق است. این کتاب توجه تمام متفکران معاصر را به خود جلب کرد و راسل را به شهرت رسانید. وی در جریان جنگ جهانی اول با جنگ به مخالفت پرداخت و پس از نگارش مقاله‌ای در این زمینه از تدریس در دانشگاه محروم شد. با این حال در جنگ جهانی دوم اعمال قدرت در مناسبات با آلمان نازی را تجویز نمود و به دلیل طرفداری از خلع سلاح جهانی و هسته‌ای به دفعات توقیف شد.